پیغمبر بگو رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. حالا ما هم اینو حفظ کنیم، گاهی تو قنوتمون در غیر قنوت بخوانیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، خدایا من پناه میبرم به تو از وسوسه ها و تحریک هایی که شیطان نسبت به ما انجام میده. شیاطین هم جمعه. کلمه ابلیس تو قرآن مفرده، یعنی همون موجودی که سجده به آدم نکرد و رانده شد. اما کلمه شیطان جمع آمده در قرآن کریم، مفرد داریم جمع هم داریم، شیاطین الجن والانس، شیطانهای انس یعنی از انسان. پس کلمه شیاطین عام فراگیره، ممکنه یه انسانی باشه شما رو وسوسه کنه، ممکنه همون شیطان معروف باشه. خب ما باید پناه ببریم به خدا که به این میگن استعاذه. استعاذه یعنی تکیه‌گاهی رو بهش پناه بردن، مثل اینکه یک سیلی که میاد بریم روی بلندی، خطری پیش میاد توی غار میریم، بچه‌ای وقتی از خطری میترسه تو بغل مادر و پدرش میاد. رب خدایا اعوذ بک، من پناه میبرم به تو من همزات شیاطین، از وسوسه های شیطان، از این که شیطان خلاصه منو تحریک کنه. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، خداوند شیطان رو بر انسان مسلط نکرده. خودش هم می‌فرماید لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. هیچ تسلطی شیطان بر مؤمنین و کسایی که توکلشون بر خداست نداره. به قول یکی از بزرگان میگه شما وارد یه باغی که میشید، غالبا تو باغهای بزرگ سگی رو میذارن به عنوان نگهبان دم در. این سگ غریبه ها رو میگیره، اگر کسی با صاحب خانه آشنا باشه کارش نداره، لذا بچه 5 ساله صاحب خانه میاد رد میشه، این سگ از جاش تکون نمیخوره. پسر صاحب خانه، همسر صاحب خانه میان میرن این سگ نگاهشون میکنه، چون میدانه که این رفیق صاحب خانه است، پسر صاحب خانه است، دختر صاحب خانه است. اما وقتی یک غریبه‌ای وارد باغ میشه بلند میشه این سگ حمله میکنه. چرا؟ چون میدونه این با صاحب خانه رابطه ای نداره. اگر تشبیه کنیم شیطان رو به اون سگ و ما رفیق باشیم با صاحب خانه، با خالق هستی، با خدا، کسی که با خدا رفیقه شیطان سراغش هم نمیاد، اصلا حریفش نمیشه. ولذا قرآن کریم میفرماید شیطان وقتی قسم خورد من منحرف میکنم، گفت مگر بنده های مخلص، اونایی که واقعا با خدا رابطهشون قوی. خب خداوند در کنار شیطان و نفس اماره به ما سرمایه های زیادی هم داده که جلو اینا بیستیم: عقل، فطرت، وجدان، اینا سرمایه هاست. اگر یک شیطانی تو این عالم داره مانور میده که مردم رو منحرف کنه، در کنارش 124 هزار پیغمبر فرستاده، این همه کتاب، این همه آیه، این همه عالم، امام، بله وسائل هدایت خیلی فراوانتر و بیشتره. و اینم خدمت شما عرض کردم، بازم تکرار میکنم، شیطان مسلط بر بشر نیست، شیطان کارش دعوته. روز قیامت هم هنگامی که مردم دور شیطان جمع میشن، گناهکارا، خطاکارا، مشرکین میگن ها تو مقصری، یه سخنرانی میکند میگوید لا تلومونی، منو ملامت نکنید، به من ربطی نداره، لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید، انا دعوتکم، من دعوت کردم. ببینید یک هواپیما اگر یه باندی آماده نباشه اجازه نداره توش بنشینه.
الان یه هواپیمای غریب وارد یک فرودگاهی بشه، برج مراقبت بهش اجازه نمیده، باندو میبنده. شیطان جایی فرود میاد که باندش آماده باشه. اون باند دل ماست. اگر من این وجودم آمادگی داشت، شیطان میتونه دوش نفوذ کنه. لذا شیطان بر مرکب نفس ما سوار میشه، نه بر مرکب عقل ما. میاد در صراط مستقیم مینشینه، لأقعدن صراطک المستقیم. از چهار راه هم قرآن میگه وارد میشه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. یکی جلو، یکی پشت سر، یکی سمت راست، یکی سمت چپ. شما اگر بخواید به یکی لطمه بزنید، چهار راه داره دیگه، جلو، پشت، راست، چپ. شیطان از همه این چهار راه میاد. که حالا امام باقر علیه السلام در روایتی فرمودن از جلو یعنی از راه قیامت میاد، قیامت و سبک جلوه میده. آقا کو، حالا جوانی، کی مرده، کی رفته، کی دیده، هی برات سبک جلوه میده. پشت سر یعنی اولاد. حالا خودت اولاد داری، بچه داری، برای چی انفاق میکنی، برای چی خمس میدی، نمیذاره. سمت راست یعنی از راه دین. بله، شیطان از راه دین بعضیا رو زمین میزنه، دینو براشون سبک جلوه میده. نماز نمیخواد بخونی، خدا آمرزنده است، خدا شما رو بهش نبره، کیو ببره. سمت چپ منظور دنیاست، دنیا رو برای انسان سنگین جلوه میده. این چهار راه که در قرآن آمده، من بین ایدیهم قیامت، من خلفهم اولاد، ایمانهم دین، شمائلهم دنیا. و کار شیطانم فقط دعوته، فقط تحریکه. قرآن می‌فرماید شیطان وسوسه می‌کنه، یوسوس فی صدور الناس، در سینه شما. یکی دیگر از کارهای شیطان که عزیزان من خیلی توجه کنید به این نکته، مخصوصا در کشورهای اروپایی که حضور دارید شما و شرایط برای حفظ دین سخت‌تره، این نکته رو عنایت کنید. شیطان گناه رو تزیین میکنه، زیبا جلوه میده. هیچ وقت به شما نمیگه که این کار زشت انجام بده، نه. عنوان غیبت رو میذاره بحث سیاسی، عنوان رابطه با نامحرم و فحشا رو میذاره عنوان به هر حال جدیدی که امروزه به کار میبرند. بله، دوستی، رفاقت، همخانه، ازدواج سفید، عنوان میده. اصلا شیطان کارش اینه، شیاطین عناوین زیبا برای کارهای زشت میتراشند. منافقین هم اینطورن. قرآن میفرماید وقتی بهشون میگید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید، گفتن نه، کی گفت ما فساد میکنیم؟ قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح میکنیم. یعنی اسم فساد رو میذاره اصلاح، اسم روابط جنسی حرام رو عوض میکنه. این خطری است که توی قصه شیطان وجود داره. نمیگه اسمش دروغه، نمیگه اسمش رباست، نمیگه رشوه است، اسم رشوه رو هدیه میذاره. و امان از اون زمانی که انسان یک عینک سبزی بزنه و لجن رو چمن ببینه. آقا لجن عینک تو بردار، شیطان عینک به ما میزنه، نمیذاره ازدواج کنی. قرآن میگه ازدواج رو شیطان به تأخیر میاندازه، وعده فقر به شما میده. آقا خودت نداری، میخوای دست یکی دیگر هم بگیری، از کجا میخوای بیاری بخوری؟ یأمرکم بالفحشاء، امر به فحشا میکنه، امر به منکر میکنه. لذا میدونید شیطان شناسی خودش یه هنره و خدا این کار رو تو قرآن کرده. شیطان مخلوق خداست، رانده خداست. خدا بیش از همه شیطان رو میشناسه، خودش آفرید. بعد از 6000 سال عبادت انحراف پیدا کرد، تکبر ورزید. میدونید اولین بار 3 تا گناه واقع شد در آغاز خلقت. اولیش تکبر بود، عبا و استکبر. شیطان سجده نکرد و کبر ورزید در مقابل مقام انسانیت و مقام حضرت آدم. دومیش حرص بود. خب این همه درخت توی بهشت بود، خدا به حضرت آدم و حوا
فرمودن که لا تقرب هذه الشجره، از همین یکی نخورید، همونو خوردن بیرونشون کردن. این حرص، البته قبلا هم گفتیم کار حضرت آدم گناه نبود، ولی یه حرصی موجب شد این خطا صورت بگیر. سوم، حسد. قابیل روی حسادت برادرشو کشت که چرا قربانی و انفاق او قبول شده مال من نشده. به همین جهتم خیلی روایت قشنگی است، می‌فرماید اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر سه چیزه: کبر، حرص و حسادت. شیطان از این حربه ها استفاده میکنه، از این شیوه ها استفاده میکنه. لذا خداوند به پیغمبرش که پیغمبرم فرمود ما هم شیطان سراغمون میاد، منتها ما شیطان رو رامش کردیم، سوار شدیم، حریفشیم، به پیغمبرش میفرماید قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، خدایا من پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان، از تحریک های شیطان. وقتی خدا به پیغمبر میفرماید اعوذ بک، بگو پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان، دیگه تکلیف ما روشنه، حواسمون جمع باشه، گول شیطانو نخوری.